خدا. ایرانیان عزیز در سراسر دنیا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما. در جلسات گذشته راجع به تفکر منصور ستاری کمی با شما صحبت کردم. الان خوب هست که یک کمی بریم داخل خود فیلم و تحلیل خود فیلم، که یکی از واقعا ساخت این فیلم یکی از سخت‌ترین کارها بوده. شاید اگر هر شهید دیگری رو می‌خواستن فیلمش رو بسازن، به اندازه فیلم ستاری سخت نبود. که ببینید، یه اشخاصی هستن در بین شهدا که هم دوستان خیلی زیاد و عشاق خیلی زیادی دارن، هم دشمنان داخلی خیلی زیادی دارن. دشمن خارجی که همشون دارن، دشمن داخلیشون خیلی زیاد هست، مثل صیاد شیرازی و مثل منصور ستاری و حالا خیلی های دیگه. پس ساخت این فیلم هم سخته. من امروز دوست دارم که کمی سکانس های این فیلم رو با هم یه بازگویی بکنیم و یه تحلیلی بکنیم و حاشیه های زیادی هم باز میکنیم براش و پرانتز های زیادی باز میکنیم، چون خودم به هر حال خاطراتی دارم و حتی گفتن این خاطرات هم خودش جالب هست. درسته الان سالها ازش گذشته و اتفاقا خوبه که گذشته، و ولی خب ناگفته ها هست و به هر حال خوبه که گفته بشه. یه روزی هم شاید همین خاطرات خودش یک فیلمی ساخته بشه و غیره. در سکانس اول فیلم نشون میده که تیمسار ستاری تازه منصوب شده و بمبارانی انجام شده، شهر سقوط کرده، مردم الان عقب نشینی کردن، ولی تیمسار میاد بالا سر قبر شهدای این واقعه و با مردم خوشابشی میکنه، همه روشنو میکنن اون طرف، محل بهش نمیدن و آخرش هم بهش حمله میکنن، با سنگ میزنن، یکی دو نفر از بچهای نیرو هوایی که همراه تیمسار بودن آسیب میخورن، سرشون میشکنه، محافظین وارد میشن و تیمسار رو سریع خارج میکنن. در اول جنگ، حتی بگیر تا آخر جنگ، به علت اینکه نیروی زمینی ارتش در جریانات پیروزی انقلاب بسیار زیاد آسیب خورد، خودتون میدونید درصد زیادی اعدام شدن، درصد زیادی فرار کردن و به خارج از کشور رفتن با اینکه تخصصهای بسیار بالایی داشتن، درصد زیادی تصفیه شدن، درصد زیادی زندان شدن و اتفاقات زیادی که برای نیروی زمینی افتاد و حتی تجهیزاتش و حتی جریانات خودش، این باعث شد که یک انتظار فراتر از حقیقت و واقعیت از نیروی هوایی ایجاد بشه. یعنی مردم خب بالاخره تخصص نظامی هم که نداشتن، مردم انتظار داشتن که نیروی هوایی باید بره مثلا یه تانک رو بزنه، در صورتی که نیروی هوایی با اون عظمتش کارش زدن تانک نیست، کارش زدن پالایشگاه هست، کارش زدن نیروگاه هست، پادگان‌های بزرگ، تأسیسات بزرگ، چون به هر حال نیروی هوایی قدرتش بالاتره. ولی خیلی ها مثلا در این کتب مختلفی هم که میخونیم میگن که چرا نیروی هوایی نمیاد تانک ها رو بزنه. الان مثلا فیلم ساختن که تانک های عراق حمله کرده، اینا نمیتونن با RPG و اینا پس اینا بر بیان، ABC میزنن که نیرو هوایی بیاد برای ما بمبارون کنه. ببین اینا لوس شدنه و عدم تخصص در جنگ. برای همین بچهای نیروی هوایی که کمی نیروی هوایی متاسفانه بعد از جریان کودتای پایگاه هوایی شهید نوژه آسیب خورده بود، انتظارات هم ازش بره بالا و به همون تناسب توهین هم بهش بشه. حالا دقیقاً یه خاطره هست که یکی از این همافرا برای من تعریف کرد، الان هم زنده هست و بازنشسته هست. ایشون بچه همدان بود ولی در اصفهان پایگاه هشتم شکاری خدمت می‌کرد. خب تا دید من اصفهانی هستم، گفت آقا من یه خاطره از این همشریای تو دارم. گفتم چیه؟ گفت که آره، عراق اومده بود بمبارون کرده بود و رفته بود، من با لباس نیروی هوایی داشتم میمدم بیام بیرون و واسطه بودم، منتظر تاکسی بودم، دیدم یه پیکانی منو دید و رد شد، رفت یه 15 متر 20 متر جلوتر، دیدم ترمز کرد، فکر کردم واسطه که دنده عقب بگیره بیاد منو سوار کنه، دیدم دنده عقب گرفت اومد سرش از پنجره کرد بیرون، چون من فرم نیرو هوایی داشتم با همون لحجه یه اصفهانی خیلی عذرخواهی میکنم یه حرفی زد به ایشون، یه گفت ریدند، دوباره راشه کشید رفت. ببخشید البته از گفتن این اصطلاح. و این شخص ببینید مثلا بعد 30 یا 5 سال اومد مثلا خاطره برای من تعریف کرد و خیلی این نشون دهنده این بود که
مثلا این که میبینی به ستاره حمله کردن و به نیرو هوایی حمله کردن، یک انتظار بالایی بود. یعنی فکر میکردن که چون این شهر سقوط کرده تقصیر مثلا ارتشه یا تقصیر فلانه. این کاملا صحنه بسیار جالبی هست. ببینید در این فیلم خیلی تیمسار ستاری رو با لفظ تیمسار صدا میکنن. بذارید من یه توضیح تاریخی راجع به این لفظ تیمسار، امیر و سردار خدمت شما بگم. در زمان رضا شاه کلمه امیر استفاده میشد. امیر کلمه عربی هست، امیر المؤمنین، امیر کلمه عربی، ولی به ارتشی ها هم این لقب داده میشد، مثلا امیر تومان که بعدن شد سلشگر، امیر العمرا. این کلمه امیر در زمان شاه و در دوران پهلوی اول یعنی رضا شاه استفاده میشد. در دوران پهلوی دوم یعنی محمد رضا باز هم استفاده میشد اون اوایل، اما وقتی که محمد رضا شاه دستور داد که یک کمیسیونی تشکیل بشه، کمیسیون معادل سازی کلمات بیگانه یا خارجی و برگرداندن اون به کلمات فارسی، حالا این کلمات ممکن بود روسی باشه، ممکن بود فرانسوی، انگلیسی و عربی باشه، کلمه امیر هم جای خودش رو به کلمه تیم سار داد در همون دوران پهلوی دوم. تا دهه 70 هم تیم سار اطلاق می شد. بعد از دهه 70 یعنی از سال 73 و 74 به این طرف کلمه امیر دوباره به دستور برگشت به جای کلمه تیم سار، ولی بازم اطلاق نمی شد. هنوز 70-80% میگفتن تیمسار، 10-20% هم به هر حال تو مکاتبات میگفتن دیگه بنویسید امیر. تا سالگردش، تا روزی که صیاد شیرازی خدا بیامرز شهید شد و از اونجا به بعد دیگه چون دیگه در رفت در دستگاه تبلیغاتی، کلمه امیر جایگزین کلمه تیمسار شد. الان هم دیگه همه کلمه امیر صدا میکنن دیگه. به ندرت شما اگر الان در ارتش کلمه تیمسار رو بشنوی، ولی مثلا در مورد بعضی از شهدای قدیمی مثل تیمسار فلاحی همیشه دیگه میگن تیمسار فلاحی، امیر فلاحی من نشنیدم، نامعنوسم هست، چون همه معروف است به تیمسار فلاحی. الان هم تو این فیلم کلمه تیمسار استفاده میشه، منتها در فیلم یه جاهایی ارتشی ها تیمسار ستاری رو منصور صدا میکنن. راجع به این جریان من صحبتی زیاد نمی کنم، اما مردم بدونید که خیلی بعیده. حالا چی هست و در این فیلم شاید هم درست باشه، من کاری ندارم. ببینید همین الانم هیچ وقت ما و هیچ کس نمیتونه فرماندهی رو به اسم کوچیک صدا بکنه، حتی به فامیل هم نمیتونی صدا بکنی، همه میگن امیر یا جناب سرهنگ، بعضیشون سرهنگن، خود جناب سرهنگ فرماندهی، اما حتی دوستانش هم شاید نتونن مثلا بهش بگن علی آقا. چرا؟ شاید اون امیر یا تیمسار یا فرمانده من رو یا رده پایین تر رو بخواد با اسم کوچیک صدا بکنه یا با فامیل صدا بکنه بدون ذکر درجه، ولی برعکسش 99.9% صدق پیدا نمی کنه. من حتی در رده رؤسای ارکان و معاونت های عمده هم اینو ندیدم که بیان و مثلا فرماندهی رو با اسم کوچیک صدا بکنن. حالا اینم در این فیلم بود، زیاد کاری نداریم، از روش رد میشیم. جهادی کار کردن تیمسار هم بسیار عالی در این فیلم نشون داده شده که واقعا هم درست هست و یه صحنه هست که آوار میریزه و خود تیمسار میاد و بتلش در میاره و اتفاقا محافظش داره التماس میکنه، راست هم هست، حق هم میگه، میگه بابا تیمسار برای من بد میشه، مو از سرتو کنده بشه، خون از دماغت بیاد، منو میان دادگاهی میکنن و درست هم هست. این یک جریان خیلی جالب هست، این جهادی کار کردن که ما الان باید این جریان رو خیلی زیاد بهش اهمیت بدیم و دوستان عزیزی که صدای بنده رو میشنون، مهم نیست که شما فلان رئیسید یا فلان فرمانده اید یا فلان مقام رو دارید، باید حتی در جایی با تواضع بیاید و کاری میتونید انجام بدید. مثلا مثل همین که امیر موسوی میاد و با درجه سرلشکری، فرمانده کل ارتش، فرمانده دانشگاه افسری و غیره میاد مثلا یک سربازی رو سوار میکنه. این واقعا درست هست، این قضیه خوب هست. خاطره نقل میکنم از سردار فدا که الان فرمانده سپاه صاحب زمان هست، برای خود من تعریف کرد. من اون زمان روزهای آخر
صدفان یکیم رو طی می‌کردم یا تازه سرمان شده بودم، حالا این طور که یادم میاد، و ایشون میگه که من در کردستان که بودم بمباران هوایی شد و این بمبارون که کردن خونه کردها یکی دوتاش خراب شد. ما بلافاصله سوار ماشین شدیم و رفتیم و بریم تو آواربرداری کمک بکنیم. میگه ما رسیدیم اونجا، خب با لباس سپاه بودیم و اینا، رفتیم بریم، کردها ریختن سرمون و به شدت ما رو کتک زدن. بعد سردار فدا تاکید کرد، گفت کتک زدن و حسابی ما رو کتک زدن، چون به هر حال میگفتن بمبارون شده تقصیر شماست. و این جریان هم باز در مورد تیمسار ستاری خیلی جالب هست. حالا میگم در بین این خلال خاطراتمون خاطرات زیادی هم من براتون نقل میکنم. یک صحنه ای در این فیلم هست، ببینید دوستان، این فیلم به نظر من یکی از بهترین فیلم هایی که ساخته شده، حداقل بتونم بگم در سال 1400 یا در این چند سال اخیر. متاسفانه از فیلم‌های بسیار مزخرف و فیلم‌های زرد یا فیلم‌های به اسم کمدی که واقعاً چرند هست ساخته شده، این جور فیلم‌ها هم که فیلم‌های شاخص و خاص هست، شاید به شما بگم که در هر 10 سالی یه بار یه همچین فیلمی ساخته میشه و فوق العاده ساخت این فیلم سخته. یک جایی نشون میده که تیمسار فلاحی داره میره در دنبال یه استواری میگرده که استوار فنی هست، میگه سربازه که رفته تو مسجد، میگه آخه مسجد حالا این که دیگه هر دعایی بود، هر ثنایی بود، هر نمازی بود، تا حالا تمام شده. تیمسار میره و نشون میده که یکی از این روحانیون عقیدتی سیاسی داره سخنرانی میکنه، میره و پس کله این پشت گردن این استوار رو میگیره و کشون بلندش کرد با یه حالتی. ببینید این صحنه و نشان دادن این صحنه و نویسنده این صحنه و ساخت این صحنه یکی از بی‌نظیرترین صحنه های کلیه این فیلم های سینمایی هست، چون هیچ کس حالا به نوعی نمیاد همچین کاری انجام بده که ممکنه به عقیدتی سیاسی بر بخوره. و حالا تو این فیلم خیلی هم تلطیف شده نشون داده، ولی همین هم خیلی جالبه. اون روحانی میاد میگه تیمسار این چه کاری انجام میدی؟ فیلم میگه آقا کارش باید انجام بده. آخر این هم میگه خب ببخشید من نمیدونستم کارم، ببخشید من طولانی سو. تو فیلم یه کمی با صلوات حلش کرده. اما بذارید این جریان رو یه خاطره مجزا برای شما تعریف بکنم که باز خاطره تاریخی هست. ببینید ارتش و سپاه یک فرقی با هم دارن. حالا سپاه هم رده نیروی مقاومت بسیجش بیشتر تا نیروی زمینی سپاه. در ارتش مراجعات مردمی نداره، اگرم داشته باشه ممکنه در طول روز یک نفر یا دو نفر نهایتاً، یا در طول چند روز یه نفر. اون اول یه سرهنگی اومده دنبال کارت ایثارش، از همون بازنشستگان خودی هم هست. اما در بسیج و سپاه ناحیه یا سپاه منطقه بسیج، مراجعات مردمی و طیفی از بسیجیان و بسیج کارخانجات و ادارجات و غیره خیلی زیاد هست. یعنی اصلا کارشون اصلا با مراجعات، دائم دارن سابقه بسیج صادر میکنن، عضویابی میکنن، کارشون دائم با مردم خیلی زیاده. در هنگام نماز در سپاه رو میبندن، چون تزشون این هست که الان همه رفتن نماز، مراجع کننده بیاد میخواد چی کار بکنه، بعد صبر کنید نماز تموم شه دوباره در رو باز میکنن. یادم میاد که زمانی که بسیجی بودم و در سپاه ناحیه اصفهان کار میکردم و خاطرات خیلی خوب و جالبی هم دارم، فکر میکنم سال 83 بود، طبق مأمور در رو بسته بودن و معمولا فرماندهی الزامن همیشه نبود، اما وقتی که میمد خوب خیلی هم میمدن نماز. یه فرقی باز ارتش سپاه داشت که در زمانی که من سپاه بودم نماز اصلا اجباری نبود، یعنی آمار نمازی وجود نداشت که همه میمدن، حالا نماز میمدن، خیلی از پاسدارا ممکن بود جلسه داشته باشن یا همون دفتر کارشون بخونه، ولی آمارشون رو کسی نمیگرفت. خب در ارتش نه، نماز رو حالا چه کسی نمیدونن، ولی اووردن جزو سینه برنامه و
اجباریش کردن، یعنی مثلا سربازها باید بیان آمار نماز بدن، همه گورهانی میان همه برای آمار نماز، یا حالا کادری هم یک کمی کمتر آمار نماز هست ولی حالا زیادم سخت نمیگیرن، ولی خب حالا این فرق هم وجود داره. یه روحانی داشت اونجا که فقط برای نماز میمد. ایشون البته ببخشید من حالا حقیقت ماجرا رو بخوام به شما بگم، متاسفانه خیلی زیاد صحبت میکرد بین الصلاتین، میگم اونم در جایی که مراجعات مردمی هست و درن بسن مردم پشت در وایستادن. دقیقا خاطرم هست که ایشون داشتن تا میمدن کتابم باز میکردن و از روی کتاب میخوندن. ایشون فرمودن که اگر مردی زنش رو یک بار طلاق بده میتونه یه بار دیگه هم دوباره باش ازدواج کنه، اگر دو بار طلاق بده بازم میتونه، سه بار طلاق بده میشه سه طلاقه، و این زن باید بره زن یک مرد دیگری بشود به نام محلل و حتما باهاش آمیزش داشته باشه و به صورت که هر دو طرف محتلم بشن، یعنی جنوب بشن، بعد به شرطی که اون محلله طلاق بده، میتونه حتی طلاق نده، حالا شاید هم توافق باشه، اگر طلاق داد دوباره این زن میتونه بیاد و همسر همون مرد قبلی بشه باز تا سه بار، یعنی طلاق بگیره دوباره ازدواج کنه دوباره طلاق بگیره، حالا حدش هم نگه داره دوباره، این سه بار که جمعا میشه شیش بار. حالا اینا رو ایشون داره به نصلاتن میگه و حالا بالاخره حالا مثلا ارتش خب ما کارمند زن اصلا نداریم، حتی یه دونه هم نداریم، ولی خب تو سپاه اینجوری نیست، بسیج خواهران و پاسداران زن اینا هستن اونور پرده هستن. این به سه بار، خب دوباره بعد این سه بار دوباره باید بره، ببخشید نمیخوام حالا جریان احکامو تعریف کنم، میخوام شرایط بذارم تو اون شرایط، دوباره سه بار به شش بار دوباره اون محلله بیاد، دوباره این بشه دوباره تا نه بار، به صورت که من یه بار من اونجا نشسته بودم گفتم چه شود، بعد یه تعداد خندیدن، این شد به نه بار دیگه، بعد نه بار نمیدونم نمیتونه یا همچی چیزی. حالا اینا رو داره میگه ایشون، فرماندهی هم نشسته بود و داشت هی به خودش میتابید، یعنی من دیدم که همین جور هی داره خودخوری میکنه خود. بعد یک دفعه ایشون حالا بحثش عوض شد نمیدونم چی بود، صحبت کرد، اون زمان یه بحثی ایجاد شده بود راجع به این که آیا بریم کربلا یا نریم، این که میگم سال 83 هست، دولت عراق عوض شده بود هنوز جا نیفتاده بود، میگفتن ویزا بگیرید برید، چون ایرانی ها فوج میمدن میرفتن کربلا بدون ویزا بود، یعنی همینجوری از مرز میرفتن بیرون، آقا نرید از مرز بیرون، آقا میلم فلان کنید بعد مجوز بگیرید، اگه نگیرید نمیشه بدون اجازه، داشت اینجوری حرف میزد. یه شخص دیگری که به ندرت میمد در سپاه به نام حاج اکبر پاکزاد، اسپانیا میشناسنش، از این مربیای دورای آموزش هست، یک دفعه ایشون با یک صدای خیلی بلندی هم داره گفت که من اگر سپاه به من اجازه بده با پای پیاده میرم کربلا. حاج آقا بهش برخورد، روشو کرد و شروع کرد ادامه حرفشو زدن. دوباره اون اکبر پاکزاد برگشت گفت که حالا اکبر پاکزاد اصلا استواری بود، بعد با سرهنگی بازنشستش کردن، دوباره شروع کرد با صدای بلندی گفتن که نه من میرم، چرا جلو منو بگیرن، من سپاه الان اجازه نمیده، اگر بده من می. آقا حاج آقا ادامه داد یک دفعه فرمانده سپاه که الان ایشون یکی از افراد بسیار با کفایت و با لیاقت هست، از همین نیروهای جهادی بود، خیلی مقتدر بود و الانم سه چهار دوره هست که نماینده مجلس هست، به عنوان رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس هست و الان هم جزء هیئت رئیسه مجلسه، یعنی اون بالا میشینه، دیگه نتونست تحمل کنه، یک دفعه وسط حالا اصلا یه جوی شده بود، حاج آقا اصلا یه سیدو بو بحتی هم داشت این فرمانده، میگم حالا به هر حال دوست ندارم اسم بیارم، خوب هست که اسم بیارم ولی حالا به خاطر مسائل پیشبینی نشده اسم نمیارم، حاج آقا یعنی چه که شما اینقدر سخنرانی میکنید، شما دارید وقت مردم رو میگیرید، مردم پشت در وایستادن، من خودم جلسه داشتم 40 دقیقه از شما دارید سخنرانی میکنید. حاج آقا اومد کم نیاره، گفت من از حوزه نمایندگی ولی فقیه دستور دارم که بین الصلاتین صحبت کنم حدیث بگم، گفت حدیث بگی 3 دقیقه حدیث، 40 دقیقه داری این حرفا رو میزنی، به من چه ربطی داره، وقت ما رو داری میگیری،
یه روحانی دیگه اونجا بود گفت صلوات، یه سلام ای فایده نکرد، هنوز اینا داشتن با هم بحث، صلوات تموم شد، یهو فرمانده سپاه گفت که منم الان با تو بحثی ندارم، تشریف میاری دفتر، میای اونجا من با تو صحبت میکنم. گفت اونجا میام، دفترم میام، ولی باید حدیثم هم بگم. گفت نمیخوام دیگه حدیث بگی، به خدا قسم، اصلا هم من حالا یه بسیجه جوونی بودم، مو به تنم سیب، گفت نمیخوام حدیث بگی، من فرمانده سپاهم، من دستور میدم که تو حدیث بگی یا نگی. باور کنید اون لحظه من گفتم باکی سپاه چقدر اقتدار و ابهت داری، و واقعا خوشحال شدم، چون میگم بالاخره خودم اونجا 3 سال بسیجی بودم، من دستور میدم، الانم باید حرفی ندارم دیگه. باز صلواتی فرستادن و یکی دو نفر اومدن گفتن حاج آقا حالا دیگه شما فلان و بیستار، و حاج آقا بحثش جمع کرد و نماز دومشون هم خوندن. فرمانده سپاه هم دیگه باز به ندرت میمد نماز دیگه، همون تو دفتر کارش نماز رو میخوند، و وقتی هم نماز تموم شد من دیدم که بیرون هنوز داره باش بحث میکنه، و خود رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه که الان هم تشریف دارن و هنوز هم مسئولیت دارن، ایشون هم اومد و جانشینش اومد و 2-3 تا روحانی و ایشون شدن و رفتن، و باز البته فردا اون روحانی زیر بار متاسفانه نرفت، و من شاهد بودم که دوباره کتابشو باز کرد و شروع کرد به حدیث و آیه نیم ساعت سروب گفتن، و میگم در صورت که حالا مراجعات هم بود و اینا، و البته دیگه خیلی کم میمدن نماز دیگه، این جریان هم بود. ببینید در این فیلم که میگم تیمسار ستاری پشت گردنی، که البته میگم دیگه همچی چیزی شاید در ارتش اتفاق قطعا نیفته که مثلا شخصی بخواد به ریاست محترم عقد سیاسی انتقادی بکنه، چون قطعا به نفعش نخواهد شد. شاید حتی خود من یه سوالی یادم یه بار پرسیدم در جلسه فرمانده هام بود، و من اون زمان فرمانده ی آسایشگاه تمرکزی بودم، یک صحبتی حاج آقا فرمودن من برام خیلی جالب شد، گفتم که حاج آقا فرمودن که مثلا به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم که زنان در محوطه خانه‌های سازمانی با دوچرخه بخوان حرکت کن. من دست گرفتم گفتم حاج آقا ببخشید یه سوالی داشتم خدمت شما. گفت یعنی اصلا من فقط گفتم سوال دارم و حرفمو زدم، اجازه ندادم که ایشون بگه بفرمایید، چون اجازه نمیداد. گفتم که حاج آقا ببخشید اگر با حجاب اسلامی باشه بازم ایراد داره، هم خود ریاست محترم عقیدتی هم یک روحانی دیگری، هر دو با هم به من گفتن که بله ایراد داره، ما اجازه نمیدیم. اون روحانی هم گفت که از نظر شرعی مشکل نداره ولی از نظر قانونی مشکل داره و ما اجازه نمیدیم، و خیلی به ضرر من شد. و بعدش دیگه دستور دادن که روز خیلی بدی برای من تموم شد، دستور دادن که فروزش دیگه در جلسات فرماندهی حضور پیدا نکنه، و دیگه از اون موقع بعد دیگه به قول معروف دیگه ما نرفتیم در جلسات فرماندهی، و میخواستم حالا اون روز توبیخمون هم بکنن. رئیس رکن یک خیلی ناراحت شده بود که خلبان بسیار با شرفی هم بود، و گفت که فروزش کاش این سوالو نمی کردی و سوالت خیلی بد بود، امیر ناراحت شده فلان شده، الان بحثشه که توبیخ در دستور بشی، بحثش که بازداشت بشی. بالاخره این کارم نکردن، نه توبیخ کردن نه دستور دادن، ولی خب من خیلی شرمنده شدم، چون 2-3 نفر به خاطر من باز رفته بودن زیر سوال که چرا فروزش حرف زده، چرا توجیهش. حالا بخوام یه سوال، من فقط گفتم اگه از مثلا با حجاب باشه، شاید اگه بخواد با چادر دو جهت. ببینید الان دیگه اصلا این جریانات نیست، و این خاطرات در حین این فیلم میخوام به شما بگم که چقدر این فیلم سخت کار شده که تونسته این موارد رو بگه. و تو این فیلم هم در سکانسی نشون میده که یک روحانی کنار وزیر دفاع نشسته که اونم ارتشی هست، و دارن تیمسار ستاری رو تحت فشار میذارن که باید در اون کارگاه خودکفایت رو ببندی، و ایشون قبول نمیکنه و میاد صورت کمیسیون رو پاره میکنه. این خیلی فیلمش جالب بود، و اون روحانی میگه آقا یعنی چه این حرکت. این حالا میگم فیلمش تلطیفش کردن ها، یعنی قطعا اون صحنه واقعی نیست، شاید صحنه واقعی خیلی خشن بوده مثل این خاطرات که من برای شما گفتم، اما پاره کرد و گفت من فقط از امام دستور میگیرم، حاج آقا از شما هم دستور نمیگه. خیلی این صحنه جالب بود، و اتفاقا بنا هم نیست که همیشه شما ببینید مثلا در این فیلمای مارمزون و غیره، در فیلم های بسیار زیادی که الان ساخته میشه و روحانیون هم درش حضور دارن، 100% این فیلم ها نشون میده که این روحانی کاملا یک نقش بسیار مثبت، یک نقش بسیار محبوب و همه فلان و الزاما هم اینجور نیست.
بالاخره روحانی هم یک انسان هست، میتونه اونم بالاخره اشتباهی داشته باشه یک، و این تو این فیلم خیلی لطیف این رو گفته، گفته حتی ممکنه اون روحانی یا همون رئیس محترم عقیدت سیاسی هم ممکنه یه جایی تصمیم بگیره یا تحت تاثیرش قرار بدن. اینا هم بحثش جالب هست. یک صحنه ای در این فیلم هست که نشون میده که یک سرهنگ خلبانی که سیبیل داره، داره صورتش هم تیغ میکشه. خیلی قشنگ این صحنه رو نشون داده. ببینید الان مثلا فیلم میسازن ارتش زمانش رو میبینید طرف تحریش داره، خب اصلا غیر ممکنه. ارتش در دوران رژیم گذشته الزاماً و اجباراً باید صورتش تیغ میکشید. و بپرسید از قدیمی ها، حتی کاغذ میبردن میکشیدن رو صورت که این صدا خرت خرت نده، اگه خرت خرت میداد باید همون لحظه میرفت همون جا شروع کرد دوباره تیغ کشیدن رو تا راش بدن، مگه نه غیبت براش میزدن. و اتفاقا یه تعداد هم میگفتن، گفتن آقا ما صورتمون که تیغ میکشید خونی میشدیم، چون حالا اون ژیلت های اون زمان که هیچ خونی و مالی میمدیم. بعد از انقلاب مخصوصا باز میگم از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 ریش گذاشتن در کل نیروهای مسلح اجباری شد، چه اعتقاد داشته باشی چه نداشته باشی. حالا درسته بعضی هم حالا ممکنه اصلاح بکنن، ولی دیگه قانونا عقیدتی سیاسی قانون گذاشت که دیگه حتما باید ریش گذاشته بشه. حالا بچه های سپاه که میذارن بیشتر مخاطبشون ارتش و نیروی انتظامی بود، پلیس یا شهربانی سابق. ولی نشون میده که در این فیلم دارن، این کاملا صحنه طبیعی و درست هست، ولی باید به این کارگردان انصافا یک جایزه بدن به خاطر این هوش و ذکاوتش. ببینید ارتشی ها همین الان هم همینطور هست، مثلا خیلیشون سیبیل های خیلی بلندی میذارن، هنوز هم میگم خیلیشون اصلاح میکنن، خیلیشون هم الان ما ارتشی داریم که اگه من به شما نگم این ارتشی شما باورتون نمیشه، ریش داره تا اینجا، نه تا اینجا، یعنی به یک همچین حالتی، یعنی سه برابر مرشد کامل. البته خود منم عکساش هست، گاهن ریش گذاشتم مثلا بلند تا اینجا، ریشای خیلی بلنده منم گذاشتم. البته بعضا هم خود عقیدتی سیاسی هم سامانه فرماندهی اعتراض کردن به من که فروزش ریشت مصوب نیست، چون قانون داره حد اقل دو، حد اکثر چار، نه 2000. گفتن مثلا حالا من کوتاه کردم یا فلان، بعضی وقتا نمیگن، بیشتر وقتا میگن اگه خیلی بلند باشه میگن. ولی همین الان یک ارتشی داریم، بچهای فنی هوا نیروز هست که کاملا ریش داره تا اینجا، یه مدتی هم رئیس بسیج این کوهای سازمانی و اینها هم بود. و اتفاقا خاطره جالب من این هست که در اردوهای راهیان نور، خب من ریش خیلی بلندی داشتم، میگم من غالبا ریش خیلی بلندی میذاشتم، حتی میگم با همین درجه سرهنگی هم تا هم چند وقت پیشم ریشان بلند بود. یادم میاد که این طلبه های گروه ولا که بهشون میگن خادم و شهدا، میان به خاطر هم کارهای خادمی و اینا اونجا انجام میدن، تا من با لباس ارتش میدن، حالا مثلا سرگرد بودم یا سرهنگ بودم یا سروان بودم، ریش بلند، میگفتن آخو شما ارتشی هستی؟ میگفتم بله. مگه میشه ارتشی ها ریش داشته باشن؟ یعنی اینا مثلا حالا تفکر قدیمی فکر کردن که الزاما هنو باید تیغ بکشن. میگفتم از من برادر من چون شما خدمت نمیاید نمیدونید الان جف چجوری هست، به واسطه اون طلبه بودن یا روحانی بودنتون. شروع میکردم بهشون گفتن، بعد میگفتن آخه به ما میگن هنوز ارتشی ها تیغ میکشن، گفتم بله تیغم میکشن، نه اینکه نباشه، ولی به هر حال قانونا الان گذاشتن که نکشه، حالا یکی هم حالا میکشه یا بهش تذکری میدن یا دیگه دستشون در میره یا دیگه زیاد هم حالا مطب خشخاش هم نمیذارن. و ما ریش هم داریم، کسی زیاد تو این حرفا نیست. و خیلی خوب هست که شما وقتی یه ارتشی رو میبینید راجع به تدینش سوال کنید، نماز، روزه، نمیدونم بنیه دفاعی، آمادگی رزمی از نظر بدنی، تا اینکه صاف برید سراغ ریش. چرا انقدر ریش برای شما مهمه؟ میگم خب آخه بالاخره ریش هم خیلی مهمه. گفتم خب چقدر مهمه؟ خب مهندس صنایعی در این فیلم سیگار میکشه. ببینید سیگار کشیدن در این فیلم میزونه استاندارده، نمیشه انتظار داشته باشیم که در هیچ فیلمی سیگار نکشن. خب نه، بالاخره ممکنه در جایی هم سیگار هم بکشن. ارتشی ها میگم خیلی هاشون سیگار اصلا نمیکشن، خیلی هاشون هم سیگار میکشن در درجات مختلف یا رده های مختلف، از گروهبان بگیر تا خود امیر یا تیمسار.
من خودم دیدم خیلی از عمر و فرمانده ها اونو سیگار میکشن، خیلی هم دیدم که نمیکشن. یعنی این قضیه در ارتش کاملا طبیعیه. اما اگر کارگردان بخواد هی پا رو فراتر بذاره، هی موضوعیت بده، هی بگه بریم اون پشت سیگار بکشیم، سیگار داری؟ سیگار بده، سیگار میخوام، سیگار، مثل این فیلم مزخرف آتابای که اصلا یه فیلم ساخته فقط در مورد سیگاره، اصلا معلوم نیست فیلمش چیه، اون ایراد داره. که هی بریم آموزاده سیگار بکشیم، یه سیگار بده، سیگار نمیخواد بره، همش خب که چی؟ ببین فیلمی که سوژه نداره و موضوع نداره، هی میخوان پرش کنن، هی میخوان فیلمو بکشن تا یه ساعت بشه. خب چجوری بکشن فیلمی که موضوع نداره اینجوری؟ اما این کاملا طبیعیه، نشون میده خیلی ارتشام دارن سیگار میکشن، صورتشون هم میزنن، طبیعی، واقعیت همینه. بازیگر منصور خیلی جذابه، خیلی خوب انتخاب شده، تماشاگر پسند هست، میان سال، خوشتیپ و خوشقد و هیکل هست، انصافاً در گریم و انتخاب بازیگر باز هم باید به این کارگردان جایزه بدن. ساخت این فیلم ها بسیار سخته، چون میگم بالاخره شما داری یک کمی ساختار شکنی هم میکنی، یک کمی پارا هم فراتر میذاری. درسته که خیلی ملایم با رعایت این که حالا به عقیدتی بر نخوره، به روحانیت بر نخوره، به ارتشی ها بر نخوره، به خلبان ها بر نخوره، به نمیدونم تکنسیان بر نخوره، به کی بر نخوره، به کی بر نخوره، که به همم هر بر میخوره. با این حال ساخت این فیلم واقعا یکی از معجزاته. و ای کاش بسازن کارگردانان مختلف محترم، نیایید برید انقدر فیلم های مزخرف دریوری رو بسازید، وقت مردم رو بگیرید، بیاید یه فیلم درست حسابی بسازید. یه فیلم های موضوع فیلمش هم در رابطه با یک جنبه تیمسار ستاری هست و اونم ساخت جنگنده آذرخش. در صورتی که حالا مثلا کاش که آقای سورنا ستاری بیاد و هزینه این فیلم رو متقبل بشه، ایشون معاون فناوری ریاست محترم جمهور هست، پول بده این فیلم ساخت، سریال ایشون رو به همین کیفیت، کیفیت عالی بسازن، پخش بشه، مردم یه چیزی ببینند، خوششون بیاد، انسان ساز بشه، اسطوره ساز بشه، الگو ساز باشه. آقای سورنا ستاری این خدمت رو بیا به پدرت بکن، این خدمت رو بیا به مملکتت بکن و پول و هزینه رو بدید میان میسازن، میشه فیلم قشنگی هم ساخت به شرطی که سریالش خراب نکنن. و از ابتدا و بچگی و دانشگاه افسری و آمریکا و تمام ایناش اکاش بیان و این فیلم های جالب و جذاب بسازن. ببخشید چون که میخوام که صحبتمون زیاد طولانی نشه و خاطراتی هم که من گفتم باز هم به تعزیه از همین فیلم بود و باز هم گفتن این خاطرات هم خیلی جالب هست. کاملا نظرات شخصی فرشاد فروزش بود، خاطرات شخصی فرشاد فروزش بود و هیچ ارتباطی با مواضع رسمی و شغلی و سازمانی من نداره، هیچ ارتباطی با مواضع رسمی ارتش جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران و غیره نداره. خاطراتی هم که عرض کردم کاملا خاطرات شخصی فرشاد فروزش بود. امیدوارم که بشه تمام این شهدای عزیز و گرانقدرمون، تیمسار ستاری ها، فلاحی ها، صیاد ها، خدا رحمت بکنه انشالله الان فردا سالگرد ترور بسیار، اصلا نمیشه لفظی براش گفت، نمیخوام بگم ناجوان مردانه، باید بگم حرامزادگونه، توسط ترامپ بود و سردار پر افتخار و سردار ملی ایرانیان سردار حاج قاسم سلیمانی سپهبد شهید هست. و من در پایان این صحبتم از تمام مردمی که صدای من رو میشنوید خواهش میکنم که هر کاری میتونید بکنید در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی در مورد قاسم سلیمانی انجام بدید، تا اگر انجام ندید تا چند سال دیگه جای شهید با جلاد رو عوض میکنن. دستگاه تبلیغاتی دشمن بسیار قویه و از طرفی ما هم ضعیفیم، اون قوی هست و ما ضعیف، و متاسفانه باعث میشه که یک سری ایرانی ها از روی جهالت، نادانی یا قصد و غرض و حرام لقمگی، چون نون حروم هم خیلی تاثیر داره، کسی که نون حروم خورده هیچ وقت حقیقت رو نمیفهمه، هیچ وقت روشنایی رو نمیبینه، هیچ وقت حق رو نمیفهمه. ببینید فرمایش امام حسینه، شما حرام لقمه اید، هیچ وقت امام حسین نگفته که شما ریش ندارید، حجابتون درست نیست، نمیدونم، ببین میگه شما حرام لقمه اید.
اگر کسی حرام لقمه باشد به قاسم سلیمانی توهین میکنه یا قاسم سلیمانی رو رد میکنه. ببخشید من قد صریح صحبت میکنم، من امروز کامل همه چیز صریح گفتم و خاطراتی رو گفتم و پاشم وای میسم، چون به نان حلال و نان حرام خیلی اعتقاد دارم، هم خودم هم خانواده من. هر کسی که به قاسم سلیمانی توهین بکنه، عبارات زشت به کار ببره، 100% باید در نانی که پدر بهش داده شک بکنه یا نانی که خودش در آورده شک بکنه، چون هیچ کس نمیتواند علیه نور و روشنایی و خورشید و راستی حرف بزنه. اگر کسی حرف زد بدونید تاریکیست، بدونید باطله، بدونید حرامی در کاره، بدانید و آگاه باشید. درود خدا بر هر کسی که خون خودش و جان خودش رو برای آزادی و سرافرازی ایران نثار کرده. جانم فدای ایران و السلام علیکم و رحمت الله.